فعلا قرارداد همین دو تونل هم را شرکت شده دیگه، این دو تونل که تکمیل شد و بعد از اون پروسه های آیندهش پیش بره. قرارداد از اونها تا فعلا انجام نشده؟ نه خیر، تا فعلا قرارداد انجام نشده، فقط فعلا قرارداد دو تونل انجام شده که کندنکاریش هست، سیمتوی و کنکریت و داخل کار کار درست هست. خوب دینر صاحب، چند شب شما در این جناب در چه فصل کار میکنیم؟ فعلا ما دو شب کار میکنیم، دو شب داریم، دو تیم داریم دیگه، یک تیم ما از ساعت 7 بجه روز تا 4 یا 5 شب ما کار میکنم، باز انفجارات صورت میگیره در هر 4 تونل، بعد از 3 سال 4 سال ما وقت میتیم که سنگایی که در اینجا موجوده است و را بیرون بکشه، ساحه را پاکاری کنه و بعد از ساعت 8 بجه شب، 8 نیم بجه شب بعد از صرف غذا باز تیم شفت بعدی شروع میکنه که تا 3 بجه 4 بجه شب صبح ادامه میداشته باشه و از 3 بجه صبح بخیر باز انفجارات بعدی شفت دوم صورت میگیره که باز تا 8 بجه ساحه باز بر تیم بعدی باز آماده میشه. چند نفر هست هر تیم مسئول کار؟ تقریبا در هر تونل فعلا 10 نفر 12 نفر کار میکنن، دیگه 50 نفر در تونل ها مصروف است و 50 نفر 60 نفر هم در ماشینگری و تارای بعدیش مصروف است. چند متر روزانه انجنرس میتونه در داخل تونل بکنه؟ روزانه ما تقریبا از هر دو طرف 2 متر 2 متر 50 سانتی تا 3 متر این شار پیشرفت داره. از هر دو طرف؟ بله، از هر دو طرف هم از طرف کار شده است؟ بله، 1.5 متر از این طرف پیش میریم، 1.5 متر از اون طرف، چون از هر دو طرف کار جریان داره. روزانه 3 متر؟ 3 متر، بله، چیزی کم 3 متر داره. خوب جناب صاحب، شما گفتین که روزانه 3 متر تونل ها رو میکنیم برای فیلم؟ بله، روزانه تقریبا 3 متر پیش میریم. شبان در روز یا فقط یک روز مثلا؟ نه، در شب و روز. شب و روز 3 متر کندکاری میشه. خب اینا رشته میکنین، انفجار میدین مثلا من خود؟ بله، یا قسم هست که ما برمه داریم دیگه، دو سه قسم برمه هست، یکی برمه 1.5 متر است، دیگه سایز برمه 2 متر است و سایز 3.5 برمه 3 متر است. کیار ما توسط برمه کار میکنیم. باز در سوراخ‌هایش مواد انفجاری را می‌مانیم که دوا و کت خود یک لاین می‌داشته باشیم. لاینش را تیر می‌کنیم، کل لاین‌ها را با هم وصل می‌کنیم. بعد از یک لاین عمومی را از لاین برق جنراتور کش می‌کنیم، با او وصل می‌کنیم. وقتی تمام کارگران بیرون شد و ما مطمئن شدیم که دیگه در داخل کسی نیست و کدام خطر ایجاد نمیشه، بعد از اون ما از تمام تونل های دیگه هم اشخاص و کارگران را میکشیم و یک تونل جدا جدا ما انفجار میدیم. خب اگر داخل تونل کدام نفر باشه دیگه خطرات زیاد برش میشه؟ نخیر، اینجا ما در بخش انوارمنتال هستیم دیگه، خطراتی چون پروژه متفاوت‌تر است از دیگه پروژه، خطرات این پروژه نسبت به پروژه دیگه زیادتر است. دیگه از این خاطر ما هم کوشش نهایی خود میکنیم که انشالله تا فعلا کسی زخمی هم نشده و بعد از این کوشش میکنیم که تا ختم پروژه همون پروژه با کوالیتی و با موفقیت درست است. تیم سری هم دیگه آماده باش هست این راست خدا نکره کدام اتفاق افتاد اونها آمادگی داره دیگه؟ بله، ما خودم قسمی که خودم معرفی کردم انوایرمنت و سوشال هلت منیجر هستم دیگه، این خطرات کلش مربوط به ما میشه دیگه. ما فعلا دستورات قسمی که شما دیدین دو امبولانس داریم و دکتر هم داریم با تمام لوازم ضروری که خدا نخواسته یک حادثه میشه، هم کمک های اولیه را در ساحه انجام میدیم، بعد از اون مریض توسط امبولانس انتقال میدیم به شخص خانه. خب این هست اینا مواد انفجاری است درست است؟ ولی ها قسمی که شما اینجا میبینین اینا مواد انفجاری است دیگه، همی کود سفید است که مواد انفجاری یا گرد میشه دیگه، اینجا ترتیب شده باز در پاکت ها انداخته میشه دیگه که مندازیم بازش وقتی که سراخ میشه باز یک دو نظیم این دازیم، یک دو نظیم فتاقی های اونو جهست، یک دو نگه میشیم اگر تا نشان بتون سعی سو نیاسی بیگ دکی ببینیم چه دوستان عزیز اینا را مواد انفجاره جا میکنم داخل از اینا؟ یک دو نظیم این دازیم و یک دو نظیم این دازیم با خمانده شما از خواب پر میکنیم که هوا بیرون نبیاد. داخل از فلان چی هست؟ این هست کود هست؟ مواد انفجاری هست. همین مواد که فلان داخل شده؟ کود هست و این فتاقی میگنی در این مواد انفجاری هست. اینا باروت هست؟ بله، مواد انفجاری هست، اونا کود هست باست. دیگه اینی هم لاینشان هست که وقت داخل سراخ میشه دیگه ایره باقی پر میکنیم باید لاینش بیرون میکشیم. این لاین ها باز از کل فتاقی ها مثلا 30 دانه یا 25 دانه که ما یک جای میکنیم دیگه، یا با کلش یک جای وصل میشه، یک لاین عمومی از این باز تیر میشه بر جنراتور دیگه، باز بیرون که تمام پرسنل برای بعد از اون مطمئن شیم دیگه او وقت باز ما انفجار میشه. این انفجار که صورت میگیره چند متر میتونه حفظ بکنه؟ چند متر میکنه؟ ما
در مجموع برمایی که میزنیم گفتیم که 2-3 برما داریم، 12.5 سانتش کنده نمیشه. اگر 2 متر بزنیم 1.5 متر کندن کاری میکنه و اگر 3 متر بزنیم 2.5 متر. 1.5 سانت 60 سانت درا میماند. کمال مقتر برما نمیزنیم. وظیفه 2 نفر دیگه میست که هر روزه اومده داخل زبرقا مواد جاسوسی؟ بله، بله. وظیفه از یای نمیسته که تمام روز از صبح تا شام مقتر داریم مواد انفجاری را تا ساعت 3 بجه در ازیا ترتیب میکنیم. ما تا ساعت 3 بجه کندنکاری داریم، بعد از اون مدت 1 ساعت یک نیم ساعت بعد از اون پرکاری میکنیم. درست است. اینا هم ورق ایفور است دیگه؟ نه، ورق سیزی است. ورق ایفور ساده است دیگه، به خاطر از این که در سراخ به آسانی این مواد مداخل کردن میکنم. از یک امکانات خیلی ساده و یک شیوه خیلی عالی استفاده میکنید. بله، بسیار عالی است. درست است. شما که چشم همه مردم افغانستان به شما هست، اینجا هستید که بخیر بدید این فرصت کار نمانسا. یک امیدوار است دیگه می بند، انشاءالله این بند جور شد دیگه به مردم فرا، به ولایت فرا یک دستاورد بسیار بزرگی است، چون میتونن از این بند هم آب به دست بیارن و هم به خاطر برق استفاده بکنن. چند کیلووات برق به نظر شما خواهد داد وقتی که برق آماده شود؟ فکر کنم 27 کیلووات برق تولید خواهد کرد که انشاءالله همه ولایت فرا را روشنایی خواهد داد. انشاءالله روشنایی میده. بلکه بشه ولایت دیگر هم صادر کنید بخیر. انشاءالله به امید از این هستیم که در تمام ولایت ها همچنین پروژه ها همچنین کارا روی دست گرفته شود تا یکی بر مردم بیچاره و غمدیده ما یک زمینه کار مساعد شود و از سوی دیگر یک به خاطر رفاه و آسایش مردم کار شود، به خاطر برقشان، به خاطر آبشان. هم سرمایه ملی ما شماست، همه آب که اضافی به هدر از بین میره دیگه. با یک قسم کارا، با یک قسم پروژه ما میتونیم کمی سرمایه خود کنترل بکنیم و سیف بکنیم. درست است. خوب دیناسه، اگر کار همینطور که سرعت داره فیلند برای دوام تو سرعت داشته باشه، به نظر شما تا چند سال بعد بند آماده خواهد شد که ما استفاده بگیریم؟ بند چون یک کار طولانی است دیگه، انشالله آرزو است که بعد از تکمیل تونل ها در 1.5 الی 2 سال انشالله آماده خواهد شد. تونل ها که آماده شود بعد از 1.5 الی 2 سال انشالله که بند فرا بسته بشه. بله، چون کار سختش، کار مشکلش اینه می تونل است. پس که شما در جریان هستین، افغانستان همچنین پروژه ها کار نشده دیگه، یک پروژه متفاوت است، کارشان بسیار ثقیل است و انشالله اینجا انجینرهای ورزیده و توانمند همکارهای ما هستن. انشالله به امید خدا به وقتش انشالله پروژه را درست است. انجینر صاحب کدام انجینر داریم؟ مثلا از پاکستان باشه و از ایران باشه اینجا؟ نه خیر، انجینر صاحبای ما، همکارای ما همش از زمین داخل افغانستان هستن، داخل افغانستان تدریس کردن، داخل افغانستان هستن، افغانی ما شون هستن، خود ما کار میکنم. انجینرها اینجا همگی داخلی، از خارجی نداریم که خودانی که کدام کار غلط باز بکنه؟ نه خیر، انجینرها کلش داخلی هستن. خوب انجینر صاحب، تشکر از معلوماتتان، جان سپاس. یه رو با شما چند وقت چند وقت میره خانه خود شما انجینر صاحب؟ والا وقت خانه رفتن خو زمینه را دیده، باز موقع و حالت دیده باز خانه میرم. ما چندان علاقه مند به رخصتی داریم که بخیر هرچی عاجلتر کار کنیم به سرعت تونل ها بخیر به پایان بیافه و به مردم یک خدمت شود و انشالله بخیر بینید. هر یک نیم ماه میره خانه چه وقت؟ بله، یک نیم ماه. چند روز باز خانه میمونید؟ باز یک هفته و 10 روز انتظار داشتم. واقعا شما زمان نکشید این راست. خب تشکر از شما، یک کدام مژده خوبی برای مردم محبت، برای مردم فرا یک مژده خوب بده که نظر مژده بر مردم فرا مژده خوب ما است که آرزویی که وا داشتن، چیزی که میخواستن، ان شاء الله کار سرش آغاز شده و شروع کارش اینمی شما شاهد هستین که تونل ها شروع شده، کار به صورت سرش جریان داره. دیگه اونا خوش باشن و امیدوار و آرزوی از این داشته باشن که انشالله به خط به اتمام برسن. دیگه انشالله به اتمام میرسه و خوش میکنیم که هرچی آدمتر بکنیم. این هست در داخل فرا یک بوتل تازه باشد برای اون بوتل بند بخش آباد؟ بله، این بند بخش آباد یک امید و آرزوی بود که مردم فکر نمیکردن، اما امروز ما شما میبینیم که عملی جا کار جریان داره و انشالله بعد از این بند کارهای بند هم آرزو داریم که بخیر شروع شود. دیگه این یک امید و آرزو، یک خورشید تازه ای از مردم است. تشکر از شما دینار صاحب. بخیر باشید. خب بینندگان عزیز، میریم چند شات میبینیم دوباره با هم بعد.